سلام خدمت شما دوستان عزیز امیر حسن هستم از سایت نابقا دات کام با هم دیگه ادامه میدیم پرسونالایزیشن رو و تو قسمت قبلی تا کالر گفتیم الان میخوایم بریم سراغ لاک اسکرین خب لاک اسکرین دقیقا همون صفحه هستش که شما موقعی که از 100 درصد بعد اینطوری باشه دیگه موقعی که ویندوزتون رو ترک میکنید از پشت سیستمتون بلند میشید برین چای بریزین 100 درصد کامپیوترتون رو قفل میکنید که اگه تو شرکت البته کار میکنید نه توی خونه کامپیوترتون قفل میکنید که فرد غریبه یا کسی دیگه ای پشت سیستمتون نتونه خرابکاری بکنه در اصل یه بار این سفر صفحه قفل رو بخوایم ببینیم به این شکل هستش این صفحه قفل هستش اگه من کلیک بکنم میتونم پسوردمو بدم و وارد کامپیوتر بشم به این میگن لاک گیرین خب میتونه اسپادلایت خود ویندوز باشه اگه به اینترنت وصل باشه اکس ها رو از اینترنت میگیره ناگهان این عکس الان بتونم نمایش داره میده هر بار این عکس عوض میشه اگه به اینترنت وصل باشه دوست نداشتیم میزنین روی پیکچر عکسی که خودتون دادین رو نمایش میدین یا اسلاید شو دقیقاً مثل وایل پیپر میگه آقا مثلا از این عکس ها استفاده کن برای لاکسکی این از این آرمی اینجا اومده یعنی اسلاید شو هستش توی پیکچر منظورم توی پیکچر نبود توی اسلاید شو یعنی اینکه این آرم اسلاید شو عکس ها عوض میشه خب من میذارم فعلا روی پیکچر باشه این اگر روشن باشه میگه get fun fact tip and more from windows and cortana on your lock screen بذاریم بهتون نمایش بدم که دقیقا چیزی که گفته حالتا این شاله نمایش بده نه نمایش نمیده یه سری چیزها بعضی وقتا شب علامت سواله روی لاک اسکرینتون نمایش داده میشه که اگه موس رو ببرید روش یه چیز یه سری چیزا رو بتون یعنی تیپ یا چی بهش میگن یه سری ترفندهای مفید رو بتون میگه به زبان انگلیسی میگه که اگه انگلیسی خوب باشه میخونید و اصلا بعضی وقتا دیده نمیشه تقریبا میگم 99 درصد اصلا بهش توجهی نمیکنید سری میین پشت سیستم میشین یه کلیک میکنین پاسپورت میزنین میرین داخل کامپیوتر و من میگم خاموشش کنید باز این کجا بود باز این یه چیز شخصیه میتونید روشن بذارید میتونید خاموش بذارید اینجا نمایشش هم نمیده که من بهتون بگم خب یه سری اپ ها رو موقعی که کامپیوترتون لاکه میتونید نمایش بدین مثلا اینجا خودش گفته چه اپی رو من نمایش بدم اپی که اینجا انتخاب شده اپ کلندره شما میتونید بگین مثلا دارم میگم ویندوز فون داشته باشین گوشی های ویندوز فونی داشته باشید مسیجینگتون رو میتونید فعال بکنید میل ایکس ودر و چیزهای دیگر رو میتونید اینجا اضافه بکنید و کویک استاتوس مثلا اسکایپتون هست ببینم چیزای دیگه میشه مثلا مایکروسافت کانتنت تری دی ویور اسکایپ من خودم مثلا با این تری دی ویور و مسیجینگ و اینا کار نکردم اکثر موقع آلارم و کلاک رو گذاشتم ودر رو گذاشتم میل رو گذاشتم و اینجور جور دیگه نه اسکایپ مثلا کار نمیکنم کار کلندر کار نمیکنم. ولی خب خودش گذاشته و شما هم دوست داشتین میتونید اینا رو بذارید باشه هرچند باز میگم شما خودتون اگه پشت کامپیوتر نشسته باشین اصلا زیاد توجه به لاک اسکرین نمی کنید سریع کلیک میکنید و پسورد میزنید و وارد ویندوز میشید ولی گذاشتنش ضرر نداره میرسیم به ام... چی تایتل بعدی موضوع بعدی که میگه شو لاک اسکرین بک گراوند پیکچر آن ساینین اسکرین یعنی در اصل میگه این عکسی که اینجا هستش بیا زمانی که من دارم ساینین اسکرین رو میبینم یا همون قسمتی که دارم پسورد میزنم این عکس رو بهم نمایش بده اگر اینو غیر فعال بکنید همین رنگی که اینجا دارید میبینید یا درست این رنگی که اینجا دارید میبینید یا این رنگی که اینجا انتخاب شده میاد این رنگو به شما نمایش میده الان اگر من اینو لاک بکنم من اینو یک بار لاک میکنم ببینید من فعالش میکنم باز برام بک رو میبینم و اینجا بهش میگن ساین اسکرین جایی هستش که من دارم پسوردمو میزنم پسوردمو وارد میکنم میرم داخل ویندوز میشم حالا اگر اینو غیر فعال بکنم بیام اینجا لاک بکنم ببینید تا اینجا تصویر رو دیدم از اینجا به بعد میخوام ساین این بکنم دیگه اون تصویر رو نمیبینم و خب خیلی به نظر زشته اگه همون تیک باشه خیلی بهتر از این تیک رو بذارین خیلی بهتره یه سری یعنی درست ستینگ یعنی در از سه تا سیتینگی دیگه هم داره فکر میکنم اگر لپتاپ داشته باشید یه ستینگ دیگه هم که مربوط به باتری لپتاپ باشه اینجا ببینید فکر میکنم چون از من لپتاپ ندارم دقیق نمیدونم کورتانا لاک اسکرین ستینگ اگر بریم تایک تو کورتانا فعال میشه و باز میره تو تنظیمات کورتانا اینجا دیگه دارید چیزایی که دارید میبینید تنظیمات کورتانا هست باز من میگم اینو چون ناکنید تو قسمت کورتانا هستش و این چیزهایی که دارید اینجا میبینید باز مربوط میشه به کورتانا من اینو دیگه میذارم برای بعد و اینجا دیگه بهش نمیپردازم بعدا حسابی در مورد کورتانا صحبت میکنیم قسمت لاک like اسکرین بودیم خب اسکرین تایم مربوط میشه به کجا میگه که زمانی که باز این هم توی قسمت دیگه هستش ولی این دیگه چون دوتا بیشتر نیست سری میگم که دیگه برحال به حال وقت روش نذاریم تو قسمت های بعدی میگه من زمانی که برق به کامپیوترم وصل بود سفر رو خاموش کنم یا نکنم میگم هیچ وقت سفر رو خاموش نکنم خب به برق وصله به باتری که وصل نیست وقتی به برق وصله سفر رو خاموش نکن بعد میگه اسلیپ اگر کامپیوتر به برق وصل بود کامپیوتر رو ببرم تو اسلیپ من گفتم هیچ وقت کامپیوتر رو به اسلیپ نه کامپیوتر رو به اسلیپ ببره یه سه کلا کامپیوتر یه حالت خاموش به خودش میگیره بعد ببین موس تکون بدین تا کلا کامپیوتر از اول بیاد خب اگه بذارید مثلا روی یک ساعت اگر کامپیوتر شما فعال نبود مثلا یک ساعت پشت کامپیوتر نیستید خب کامپیوتر رو ببرید تو اسلیپ بهتره دیگه چون از مصرف برق کاسته میشه و مانیتورتون خاموش میشه نمیدونم یه سری چیزای داخل کیستون خاموش میشه و خب این برای به قول رو مصرف برق خیلی بهتر هستش سعی کنید اسلیپ رو بذارید مگه اینکه مثلا چه میدونم یه کاری دارید یه دانلودی دارید انجام میدید که دانلود دو ساعت زمان میبره خب اینجا دیگه اگه بذارین یک ساعت شما برید مثلا سر کوچه برگردی شده سه ساعت ساعت به یک ساعت برسه کامپیوتر میره تو اسلیپ دانلود شما نسمه میمونه و خب این به حال خرابکاری میشه اینا رو باید حواستون باشه اگه ببینید که شرایط به چه شکلی هست اگه چیزی رو دارید دانلود میکنید اسلیپتون رو مثلا بذارین روی سه ساعت یا مثلا دانلود منیجر نمیشه آقا من دو ساعت زمان مرین دانلود کنم شما میذارید روی چهار ساعت که کار از محکم کاری نکنه دو ساعت دانلود میکنید دو ساعت بعدی هم میره توی اسلی یعنی دو ساعت چهار ساعت که شد میره توی اسلیپ اینم از این ما چون مجازی هستش میذاریم روی نوه رو دیگه باش کاری نداری. دیگه چی داریم توی پرسونالایز توی لاک اسکرین یه دونه هم داشتیم اسکرین سیور که کلا اسکرین سیور برای این ماشین مجازی غیر فعال کلا خیلی کمتر دیده میشه تو ویندوز 10 کم پیش میاد شما ببینید که اسکرین سیوری فعال شده باز اگر دوست داشتی میتونید فعال بکنی که اگه کامپیوتر مثلا دارم میگم دو دقیقه کامپیوتر دست به موس نزدید یه اسکرین سیوری بیاد مثلا اینجا ویندوز 10 نمایش داده میشه بزنم پریویو رو هم بزنم نکنید دو دقیقه دست به موز نزنید یا یه دقیقه دست به موز نزنید همچین چیزی رو داره بهتون نمایش میده یا بلنک یا بابل پیرویو رو بزنید ما این این هوابا میاد تو ویندوز 7 و ویندوز ویستا و این چیزان بود خودش نوشته دیگه یک سانی، یک دقیقه سب کن بعد نوشته آن رزیوم دیسپلی لاگین اسکرین یعنی بعد از اینکه خواست ادامه بدی حتما لاگین اسکرین رو به ما نمایش بده من فکر نمی کنم تو پیریویو آره تو پیروی رو نمایش نمیده بعد از یک دقیقه رفت توی اسکرین سیور لاگین اسکرین رو به شما نمایش میده در از مثل گوشیتون دیدی میگه یک دقیقه بعد اگر گوشی صفحش خاموش شد دوباره ازم پسورد بخواه اینم هم دقیقا همین شکلی هستش خب فعلا کنسلش میکنیم بعد این هم از قسمت لاک اسکرین دیگه چیز زیاد خاصی نداشتش تم خب تم رو بذار ببینیم چقدر وقت میگیره از ما تم یه کوچولو زمانبر میتونه باشه بذارید تم رو در مورد تم توی قسمت بعدی صحبت بکنیم امیدوارم تا اینجا لذت برده باشید و اگر لذت بردید حتما از هر روشی که میدونید از نابغه ها حمایت بکنید و به ما انرژی بدید خیلی ممنونم خدا نگهدار